سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 61 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم رنگ آذربایجانی رو با هم دیگه کار بکنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت بکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 61 قطعه 68 یکم شمارشش یه جاهایی یکم الگوهای ریتمیکی که توی این قطعه داریم با قطعات قبلی که توی این کتاب زدیم فرق داره. با هم دیگه کار میکنیم، قسمت هایی که متفاوته رو بیشتر تمرکز میکنیم که شما هم که تمرین میکنید مشکلی نداشته باشید. بریم از اول بشنویمش، ولی در کل قطعه ساده یه خیلی پیچیده نیست. توی خط اول که دو تا میزان داریم یه عبارت رو در واقع توی خط اول داریم. نوتامون هست سل، ر ر ر ر، دو سی دو سی میزنیم. سل، ر ر ر ر، دو سی دو سی. شمارشش که خیلی ساده است. یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، دو سه چهار پنج شیش. خط اول باید دو بار اجرا بشه چون آخرش تکرار دو میزان داریم. خط دوم دو میزان اول دقیقا تکرار بالا است، فقط آخرین نوتش به جای سی میشه ر، پس همون رو اجرا میکنیم، فقط آخرین نوتش رو عوض میکنیم. آخرین نوت روی نوت ر اجرا میشه. میریم قسمت بعد، باز دوباره یه دونه سل زرد داریم. خط دوم میزان آخر سل می فا سل سل. خط سوم فا می فا می ر دو، پس این دو میزان میشه سل می فا سل سل، فا می فا می ر دو. حواسمون به می کرون و می بمول ها باشه. جاهایی که می کرون داریم خرک اول پشت خرک میزنیم و جایی که می بمول خرک هشتم سفید میخوره. با شمارش میشه یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. میدونیم که توی قطعات 6 8 هر جا دو لا چنگ میاد توی شمارشمون او اضافه میشه. این الگویی که توی خط سوم میزان اول داریم رو قبلا تو درس قبلی داشتیم. یک دو بر نوت اول او سه میرسه به میفا، تو چهار باید میوره رو بزنیم، پس میشه چهار و پنج شیش هم بر نوت سیاهه. یک دو او سه چهار و پنج شیش. دو میزان آخر خط سوم سل فا فا می فا ر می ر دو ر. سل فا فا می فا ر می ر دو ر. با شمارش یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. پس خط دوم میزان آخر تا آخر خط سوم یک جمله کامل میشه که داریم یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. میریم سراغ خط چهارم که یک کمی جدید و متفاوته. سل ر ر ر می ر دو، دو ر دو سی، سی دو سی لا. اینجا یک دو که برای نوت اول میشه، او سه میشه اون دوتا ری که داریم دولا چنگ و چنگ نقطه دار. توی ضرب چهار و پنج ما باید اون چهار تا نوت آخر رو اجرا بکنیم که میشه چهار و پنج. و تو چهار و پنج و باید اون ر می ر دو رو بزنیم و کل ضرب شیش ادامه کشش نوت دو هست که نوت چنگ نقطه داره. نوتمون چنگ نقطه داره نوت آخر، پس یک و نیم ضرب برای خودشه، کل ضرب شیش و نصف ضرب پنج، پس میشه او شیشو، میشه چار و پنج او شیشو، او شیشو برای نوت آخره. دوباره تو میزان بعدی یک و دو او سه و او سه و میرسه به نوت سی که چنگ نقطه داره و ادامهش دوباره چار و پنج و شیشو، او شیشو میرسه به نوت آخر. پس این دو میزان اول خط چهارم به این شکل میشه یک دو سه چهار و پنج و شیش، یک و دو سه چهار و پنج و شیش. یه بار دیگه میزنم یک دو سه چهار و پنج و شیش، یک و دو سه چهار و پنج و شیش. قسمت بعد دو میزان بعد یعنی میزان آخر خط چهارم و میزان اول خط پنجم همون نوت، فقط یه دونه اومده پایین در سل دو 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 سی سی دو سی لا لا سی لا سی. شمارشش یک دو سه چهار و پنج و شیش، یک دو دو سه چهار و پنج و شیش. و دو میزان آخر فای زر فا سی سی دو سی لا سول لا فا سول، فا سی سی دو سی لا سول لا فا سول.
یه دور کل قطعه رو براتون اجرا میکنم که بشنوید چه صدایی قراره بده و شما باید چی اجرا بکنید. بسیار بسیار عالی. میریم با مترونوم هم اجراش کنیم که با مترونوم اجرا کردنش رو هم بشنوید. قطعه رو باید بذاریم روی دو ضربی و سرعت 80. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.